علت سه‌بعدی بودن فضا چیست؟ تا به حال فکر کردین چرا جهان سه‌بعدیه؟ توی نگاه اول سوال پیش پا افتاده و احتمالاً عجیبی به نظر میرسه، چون برای عموم تعجبی نداره که جهان سه‌بعدیه. اما پیدا کردن جواب این سوال ذهن خیلی از فیزیکدانان رو به خودش مشغول کرده. ایده‌ای که فیزیک ذرات رو با چیزی به اسم نظریه گره ترکیب میکنه نه تنها میتونه توضیحی قابل قبول عرضه کنه، بلکه بینش ما رو نسبت به عواملی که جهان چند لحظه پس از پیدایش اونها رو تجربه کرد گسترش بده. سلام، به چنل ساینتیا خوش اومدین. بدون معطلی بریم سراغ جواب این سوال که چرا فضا سه‌بعدیه. ولی قبل از تماشای ادامه ویدیو ازتون میخواییم لطفاً برای حمایت از تیم ما در یوتیوب چنل ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای جدیدمون هم زنگوله رو روشن کنید. نظریه گره. تیمی بین المللی از فیزیکدانان به دنبال دلایل پیرامون این تعداد جادویی بوده و در حال یافتن راه حلی قوی در مدلی موسوم به تورم گره هستند. محققان با یک اصول مشخصی به اسم لوله‌های شار کار تحقیقی خودشون را شروع کردند. این اصل ریشه در مدل سازی الکترومغناطیس ماکسول توی قرن 19 میلادی او داره. لوله‌های شار یا همون جریان کما بیش راهی برای توصیف کانال‌های خطوط نیروی فرضی تولید شده در اثر مغناطیس هستند. ما با بارهای الکتریکی مثبت و منفی و قطب‌های شمال و جنوب آهنرباها آشنا هستیم. پاسخ دنیای کوانتوم. دنیای کوانتومی از نوع مشابهی از سیستم چسبندگی بهره می‌برد. بعدش لوله‌های شار میتونن در مقیاس کوانتومی برای توضیح اینکه چرا ذراتی به اسم کوارک‌ها به هم میچسبن تا ذراتی مثل پروتون و نوترون به وجود بیاد مورد استفاده قرار بگیرن. دنیای کوانتومی جواب مخصوص خودش رو به اون داره. اگه یه جفت کوارک چسبیده رو از همدیگه جدا کنید، لوله شار تا زمان گسیختن و بسته شدن بست پیدا میکنه. انرژی موجود در اون میدان به تولید یک پاد کوارک و کوارک دیگه‌ای منجر میشه. یه موقع‌های این جفت در تماس با همدیگه قرار گرفته و اثر مخالفی به وجود میارن. بعضی اوقات هم هر کوارک به نصف مجزای جفت اصلی متصل میشه تا شریک جدید به وجود بیاره. وقتی جهان فقط چند میکروثانیه سن داشت، کوارک ها وجود داشتن. پس میشه به این دلیل تکیه زد که لوله های شار احتمالا نقش بزرگی داشتن. این نقطه شروع برای گمان زنی های پیچیده فیزیک دانان بود. استثنای عجیب. یه استثنای عجیب وجود داره. این لوله ها به یه خط مستقیم تک بعدی محدودن. آرایش های پیچیده لوله های شار میتونه پایایی مختلفی داشته باشه. اونها پایدارترین نمونه در سه بعدن و سریعا راهی برای تفکیک و جدایی پیدا میکنن. وقتی جهان به قدر کافی انبساط پیدا کرد و کوارک ها به هم دیگه متصل شدن، میبایست فضای خالی با مجموعه ای از این گره های لوله شار پر شده باشه. کیهانشناسان این ایده رو توی سرشون دارن که جهان خیلی زود بعد از پیدایش دستخوش پدیده‌ای به اسم انبساط قرار گرفت و در کسری از ثانیه اندازه اون از یه پروتون به اندازه یک گریپ فروت افزایش پیدا کرد. شاید به زودی به شواهدی قوی مبنی بر تاریخچه پیچخورده جهان دست پیدا کنیم. این ویدیو هم به پایان رسید. امیدواریم از تماشای اون لذت برده باشین. حالا شما به ما بگین، آیا شتاب دهنده میتونه وجود ابعاد بیشتر رو تایید کنه؟ خوشحال میشیم نظرات و دانسته هاتونو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفیش کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.